سرسپرده خمینی و اگر من به عنوان فقط یه آدم معمولی خمینی رو میتونم باور کنم، پس باید بگم ثانیه رو قبول دارم. و از اونجایی که من آیت الله خمینی رو مطلقاً رهبر درستی نمی‌دونستم و هر بدبختی توی 30 سال است مقصر و منشأش آیت الله خمینی بوده، پس من آیت ثانیه رو نمیتونم. گفتم تا اینجاش قبولش دارم، این حرکات چه تشویق میکنم، این حرکات چه تبلیغ میکنم، ولی که اینکه بپذیرم من آیت الله ثانیه رو نمیشناسم و بگم آقا این آدم فرق میکنه با آقای آخوندهای دیگه، نه، چون مرجعش، چون مرادش خمینیه، یعنی سرسپرده خانم خمینیه. اصلا تو سخنرانیش به مردم میگه آقا اگر اسم امام اومد باید شما وظیفه دارید سه بار صلوات بفرستید. بعد خودش یه جایی حدیثی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه مردم یه دونه صلوات میفرستن، نمیگه چرا سه تا نفرستید. بچه خودش هم میگه، میگه امام گفتم سه تا، حالا حضرت محمد یه دونه صلوات بفرستید. یعنی از حضرت محمد خمینی رو بالاتر میدونه. بنابراین من با چنین آدمی خب معاشرت ندارم، نشستی من پالوده بخوریم. ولی که خب صحبتاشو، ویدیوهاشو، حرفاش که گوش میدم یه ذره عقب نشینی میکنم، یه ذره جا میزنم، میگم ولی که نمیتونم بهش اعتقاد داشته باشم به عنوان یه رهبریت، رهبریت یه جنبش، حرکت یا جزی از یه جنبش تا آخرش. میگم به قول خودش میگه که من شیطونم درس میدم، گفتیم ویدیوش دیگه، شاید داره شیطون درس میده، شاید نهادش یه چیز دیگه است، نمیدونی. صبر میکنیم تا روز موعود. سلام عسکرم بابا. الو. سلام عسکرم. آقای دلدار جانم سلام، حال شما؟ متشکرم. من چند تا درخواست داشتم، میخوای اینا رو یادداشت کنی؟ بنویسا خودکارم داره. من تو زنگ میزنم، برنامه شما خیلی دیر، الان نزدیک یک صبح اینجا. تقصیر خانم منه به خدا، این ساعتای بعد از ظهر رو من داده به همکارای دیگه، خرابکاری که حالا درستش میکنه یه جوره. اگه یه ساعتم بکشی نقا، من الان ساعتم میگم حالا این دور زمانه که همه انقلابی شدم، همه انقلابی شدیم، 5 ساعت در شب بیشتر نمیخوایم، صبح باید ساعته 6 رفته صبح پاشی به سر کار. به خدا دیروز این دو یه هفته اینقدر شکایت داشتم که شیر برنامه من به وقت کالیفرنیا است، سعی میکنم هفته دیگه یه جورایی درستش کنم. دست در نکن. درخواست دوم هم از طرف ایرانی، من همه مثلا عوام اینا از ایران میخوام برنامه شما رو، میگن برای ما ایمیل کنیم آقای سطر دلدار چی گفتم، بعد اینا ماهواره هم دارن، میگن دیکای کنیم آقای دلدار این برنامه رو ماهواره بذارن که این ایرانی هم بسنن بگیم. حالا شما دیشب این صحبت های چند تا بینندگانمون کردن دیگه، گفتن که آقا بکنین کارو، بعد من گفتم من پول ندارم، گفتن کمک میکنیم. امروز یکی از مدیرای برنامه میذاریم برای ما رو آبونمان کنیم، بکنید دیگه، بفرستید آدرس ببینید پی او باکس 3433 سانتا کلارا. امروز یکم مدیرای تلویزیون صبح ساعت 8:30 صبح به من زنگ زد، گفت فلانی من حاضرم تایم بهت بدم. بله. گفت من حاضرم تایم بدم بیا تو تلویزیون من، مثل که شب برنامه من دیده بود، گفت من حاضرم تایم بهت بدم بیا تو تلویزیون من. بنابراین میشه به خانواده در ایران بفرمایید که مثل که داره گپ خودمانی میاد ایران، ولی شما باید کمک کنید. آقا قربونتون. آقای دلدار من در یه شعری هم در زمینه همین ایرانی بودن گفتم، اگه اشکال نداره براتون بخونید. بخون عزیزم. من ایرانی هم، دستهایم سبز و اشکایم پاک، در سینم زخم گلوله های زهاک. من ایرانی هم، سرم خورده از دست ظلم چاک چاک، تنم پر از کبودی شلاق و دلم بی باک. من ایرانی هم، مادرانم شیرزن مثل مادر یعقوب و سهراب، زجهاشان می شکافت هر دلی نفلاک. من ایرانیم، غیورم، آزادم، مدفون میکنم دیکتاتور در خاک، هدفم آزادی وطنم، این سرزمین تابناک. من ایرانیم، می جنگم و می میرم تا نابودی این رژیم آدم کش جاهل زناکار دین دقال. ببینید عالی بود خانم، خیلی ممنون، فوق العاده، فوق العاده عالی بود. به هر حال میدونید همه مجاهدان هستیم. شما این صحبتی چند وقت پیش میفهمیدیم که واقعا زندگی همون از حالت طبیعی خارج شد. من خودم همین خیلی ممنون که عکس ندار جان رو توی صفحت رو اضافه کردیم، ما یادمون نمیره چه نازنین رو از دست دادیم و ارزش بذاریم به این مراحلی که داریم طی میکنیم اینا. و جوانان دیگه مثل من، این شعر رو تقدیم به سهراب عربی ازشون رسالم که از تهران شهید شدن، اسم مادرشون ترمین خانم هست، و یعقوب بروایی که ایشون هم 27 ساله دانشجو اهواز بودن، ایشون هم دوباره شهید شدن، و خیلی شهدای دیگه که واقعا بعضیشون گمنامن و بعضی هم نامشون هست، ولی خب به اون شرایطی نرسیده که ما تو ذهنمون بمونه. ولی میخواستم بگم من خودم
سه روز اول که ندا جان شهید شده بودن خودش رو مثل که خواهر خودم بود. درسته. حالت باباست. اصلا نمیتونستم حالت طبیعی نداشتم. سه روز من دوام از روزم بدتر. یعنی واقعا این شرطی که همه ما ایرانی ها داریم و همون هم سعی میکنیم که اینو به این مرحله برسونیم، این رژیم رو واقعا از شرشون از شر کشورم برداریم که مردم بتونن این نفسی بکشن، زندگی عادی داشته باشن. و واقعا همه تلاشمون این هست. من میخوام همه ایرانی رو بگم بیان تمام اختلافات رو بذارین کنار. آره. که شما میفهمین یه کسی رژیم سلطنتی میخواد با تا وقتی که دموکراتیک نباشه شما نمیتونه حرفتون بزنید. مجاهدن تا وقتی که دموکراسی نباشه نمیتونن حرفشون بزنن. بیان همه دستمون رو دست همدیگه بدیم، اول مملکت از دست اینا خارج کنیم، دموکراتیکش بکنیم، بعد همه بیان برگردن رأی بدن، مجلس تعیین کنن، رژیم رو تعیین کنن و مملکت رو بچرخونن. اینجا اصلا ما تظاهرات میریم تو تورنتو، مثلا اگه 300 نفره 200 نفر تو واکسایت وای میستن و اصلا هیچی هم نمیگه، یعنی اکثریت خاموش رو مورد هنوز داریم، اینجا هم داریم. بله متاسفه. این اکثریت خاموش بلند شن صداشون در بیرگو و مگه آدمیزا چند سال میخواد همین؟ من نمیدونم آخه عمر چی کردیم دیگه، میبینیم که این همه آدم صبح تو شب تلویزیون میبینیم میرن تا 40 سال 50 سال عمر کنه، یه عمر با عزت بکنه، با عزت با کرامت آدم زندگی کنه، نه با این بی بی. و واقعا ایرانی میگه از این خاموشی در بیاین، نترسیم بابا، هر زمانی انسان بمیره برای ما به زندگی بعد از مرگم معتقدیم دیگه. حالا اگر تو برها بلخواه میمیریم، حالا با بزن برای بطن بمیریم. یک دنیا ممنون عزیزم، خیلی ممنون آقای دلدار، واقعا به این کار قشنگتون ادامه بدیم، مرمون تو مرم، مرسی.